آقای اردشیر رستمی، سلام. سلام سروش عزیز، خوشحالم میبینم اتون. سلام مردم عزیز ایران در همه جای جهان. ارادتمندم، بفرمایید که موضوع صحبت این برنامه چیه؟ در مورد شعر ژاپن میخوام صحبت کنم. آقای رستمی، علت علاقه شما به شعر ژاپن چیه؟ چه ویژگی شعر ژاپن داره؟ چون میدونم که خیلی شعر ژاپن رو دوست داری. بله، کلا من شعر خیلی دوست دارم. ژاپن برای من خیلی مهمه. من درود میفرستم به ژاپن بزرگ، ژاپن تمدن ساز، و درس هایی که من از ژاپن آموختم. چیا بوده؟ من با مثال هایی بزنم قبل از شعر و بریم فرهنگشون رو یکم بریم توشون. من از شخصی صحبت بکنم به نام استاد هاکوین که اینا استادهای معنوی کشورشون بودن. صدها سال پیش زندگی میکرده. یک مدرسه ای داشته که درش 1200 نفر درس میخوندن. یکی از این 1200 نفر از همه اونها دزدی کرده بود. تا اینکه یک روز همه اونها جمع میشن و میان پیش استاد هاکوین، میگن که استاد ما میخواییم مدرسه رو ترک کنیم. تو یک نفر رو به همه ما ترجیح دادی. استاد هاکوین کاری که میکنه خیلی درس بزرگی برای هممون. در مدرسه رو باز میکنه، دانشگاه شو حالا بگیم، باز میکنه و میگه بفرمایید برید. شما رو همه جا میپذیرند. اینه که باید اینجا بمونه. در واقع اون مدرسه برای اون آدمی بوده که سارق بوده که این آموزش ببینه. بله بله، خیلی درس بزرگی، صدها کتاب میشه در مورد این نوشت. سروش عزیز، ما سری قبل صحبت کردیم در این که میخوام علاقه‌مو به شعر ژاپن بگم. شعر ژاپن رو زمین حرکت میکنه، توی آسمون ها نیست. مثلا ما در فرهنگمون که باید نقادانه هم بعضی وقتا بهشون نگاه کنیم، چون اگه فرهنگ خودشو نقد نکنه زودتر از بین خواهد رفت. گفتم سری قبل که وقت خواستم بعدن صحبت بکنم، کلمات پیر میشند، تاریخ مصرفشون از دست میدن، ولی متاسفانه ما هنوز کلماتی داریم، مثلهایی داریم، شعرهایی داریم که روی شونه های ما صادر حکومت میکنه به ما و نمیذاره ما جلو بریم. مثلا ما در زبان خودمون و فارسی مثالی داریم که میگه که هر جا بری آسمون همین رنگه. اصلا چنین چیزی نیست. آسمون هیچ جا رنگش هم حتی یکی نیست. در ضمن اصلا تو آسمون نمیخوایم زندگی کنیم، ما میخوایم رو زمین زندگی کنیم و زمین اصلا این رنگی نیست. یا با یه گل بهار نمیاد. چرا اتفاقا بهار با یه گل میاد؟ شما یه نفر، این پدرتون یه نفر، مادرتون یه نفر، کره زمین یه دونه، از خورشید یه دونه است که داره به ما زندگی میده. همه این چیزا که به ما حیات داده یه دونه بوده. یا مثلا میگیم که هر کی بامش بیش برفش بیش. خب چه کسی که در این زمان به خاطر خونه بزرگ، به خاطر برف نخواد خونه بزرگ داشته باشه؟ چرا این محافظه کاری و ملاحظه کاری و محتاطی رو ترویج میکنیم؟ عالی عالی. لطفاً کتاب معرفی کنید. بله چشم. برگی در سایه، به این دوربین نشون میدین لطفاً. برگی در سایه، شاعران معاصر ژاپن، برگردان بهنام جاهدزاده. ناشرش هم میگین؟ بله، دیبایه عرض کردم، نشر دیبایه. شعری که ما میشناسیم از ژاپن بیشتر به تانکاها برمیگردن و هایکوها. من اینجا 7-8 تا آوردم کتاب هایکو و تانکا، شاید بهشون نرسیم، ولی اینها شناخته شده ترین شعر ژاپنه که متاسفانه در جهانم باب شده. هر کس هر چی میگه در ایران، در اروپا، در آمریکا، یه هایکو گفتم. یعنی راحت بودن این، چون خیلی کوتاه و خیلی ساده است، یه بابی شده در فرهنگ جهان. الان شما هایکوهای آمریکایی میبینید، هایکوهای اروپایی میبینید، اخیراً هایکوهای ایرانی مینویسن. آقا دو بیتی داریم ما، رباعی داریم، اینا خیلی اونام کوتاه هست. بگو سطر نوشتم. چرا میچسبید خودتون به هایکوها؟ یا لیکو دارم من تو زاهدان، سیاه چمانا دارم در کردی، در ترکی بایاتی دارم من. چرا من اصلا فکر کنم مثلا باید حتما اونطوری باشه؟ ولی این من از هایکوها فعلا صحبت نمی کنم. اینا شعر معاصر ژاپنی، شعر مثل هر شعر دیگه در جهان، شعر معمولی. به 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 به. شینکاوا کازوئه 1929 به دنیا آمده.
مرا دست نکن، مرا دست نکن مثل گل شبو، مثل پیاز چه، لطفاً دستم نکن. من سنبلم که در پاییز زمین پرورشم میدهد، هر جا که بنگری پر است از سنبلهای طلایی. لطفاً در بندم نکن مثل حشرات در جعبه آزمایشگاهی، مثل کارت پستال هایی که از راه دور میرسند. لطفاً در بندم نکن، من بالی هستم که در آسمان بیکران بیقرار هوا را میشکافم. صدای بال های نامرئی، مرا در ظرفی نریز مثل شیر رقیق روزانه و ساک سرد شده. لطفاً نریزم، من دریا هستم، شب به طور باور نکردنی پر میشوم از آب شور بدون مرز و محدوده. اسم رویم نگذار، مثلا دختر یا زن، مرا در جایگاه سنگین مادرانه ننشان. من بادم، بادی که جای درخت سیب و چشمه را میداند. محدودم نکن با ویرگول یا نقطه، مثل نامه‌ای که پایانش را به خداحافظی ختم میکنند. به پایانم نبر، من جمله‌ای بی پایانم، مثل رود بیقرار و فراخ با روانم. من یک بند، من یک بند شعرم. مرسی. نودا اوتارو. تک و تنها به داخل جنگل گریختم، پا روی برگ های ریخته گذاشتم، در لابلای برگ ها تو منتظرم بودی. نشستم روی سبزه، از لابلای سبزه ها نجوایم کردی، از بالای تنه گلی سرم را که بلند کردم انعکاس نور بود از آسمان نیلی، مثل تبسمی دلنشین اسم تو را خواندم اما جوابم ندادی. تنه گل را تکاندم تا مگر دریابی، ولی فقط گلبرگ ها ریختند. هست و نیست. ناظم حکمت یک شعری داره، میگه که برف آمده بود، راه ها بسته بود، تو نبودی. با تو حرف زدم، حرف زدم با دهان بسته، نگاهت کردم، نگاهت کردم با چشم های بسته، با دست هایم تو را لمس کردم، دست هایم بر روی صورتم بود. حضوری که حضور نیست، نبودنی که بودن محضه. چقدر زیبا بود. ببخشید من نمیخوام شرح بدم، اینا شرح نیست، فقط دارم اتمسفر اونجا رو چیزی که بزنم. درخت نیمه شب بار سفر میبندد، عزم سفر دارد، سفری طولانی. درخت تقریبا هر شب آماده می شود، با استواری ریشه هایش را در خاک می گستراند. کجا خواهد بود مقصد این سفر؟ خود درخت هم نمی داند، لازم نیست بداند، اما این سفر خواست قلبی درخت است. امشب نیز درخت بار سفر می بندد، شاید نیمه شبی توطئه‌ای در سر داشته باشد. شعر چیزیه که چیزی که هست نیست. من از تعجب شاخ در می آورم وقتی می بینم که از ابر سیاه باران سفید می بارد. من از تعجب شاخ در می آورم وقتی که می بینم کرم ابریشم برگ سبز توت را می خورد ولی پیلش سفید می شود. من از تعجب شاخ در می آورم وقتی که می بینم گل سوسن بدون دخالت کسی می شکفد. من از تعجب شاخ در می آورم وقتی از هر که می پرسم می خندد و می گوید اینها که طبیعی است. چقدر خوبه برای انسان هیچ چیز طبیعی نشه. می دونی یاد شعرهای کی افتادم از این شعر آخر به خصوص؟ شیمبروسکا. بله آفرین. آره شیمبروسکا هم نگاه دیگه ای داره به دنیا. آفرین. و باعث میشه آدم همه چیزهای دور و بر رو یه دفعه دیگه بخواد نگاه کنه و یه جور دیگه ببینه. بله. این دست ها پنج انگشت هستند. شش تا نیستند. شش انگشت نیستند. چهار تا هم نیستند. پنج تا هستند. پس معجزه است. شیمبروسکا میگه. این شعر یکم تلخه. اگر من دلم گرفت ببخشید. کتاب معرفی میکنین آقای رستم؟ بله بله. اینو مرسی که گفتید.
شعرهای بزرگ معاصر ژاپن نشون بدین. بله. بله. ناهوکو تاواراتانی. ناهوکو خانم ناهوکو تاواراتانی انتشارات توس. این خانم ایران زندگی میکرد، الان نمیدونم. خیلی زحمت کشیدن. جز اولین کتابای ژاپنی که اینه، یکی همینجاست که این سال 77 چاپ شده، اون 58 چاپ شده. ببخشید شعر غمگین خیلی، عذر میخوام. آه خواهر کوچکم که قبل از فرا رسیدن شب به جایی دور خواهی رفت، برفی آبدار میبارد و بیرون عجیب روشن است. برف بیار داداش، از ابرهای مرموز و اندوهگین و کمی سرخ برفی آبدار و سنگین میبارد. برام برف بیار داداش. میخواستم با این دو کاسه لب پریده که نقش و نگار گیاه آبزی نیلگون دارد برایت برف بیاورم. خود را جمع کرده و مانند گلوله به میان بارش برف آبدار پریدم. داداش برام برف بیار. از ابرهای تاریک نقره‌ای رنگ قرمز برفی آبدار با سنگینی می‌بارد. آه توشیکو، حالا که در آستانه مرگ به خاطر روشن ساختن بقیه عمرم از من تقاضای یک کاسه برف پاک کرده ای، از تو تشکر می‌کنم. خواهر کوچک و زیبایم، قول میدهم من نیز با راستی زندگی کنم. برام برف بیار داداش. با تب فوق‌العاده شدید و تنگی نفس تو از من خواستی آخرین کاسه برف را از دنیای دور. برفی آبدار سوت و کور مانده من روی آنها لغزان می ایستم و از این شاخه با ترابت درخت کاج که پر شده از قطره های سرد شفافی که تشکیل شده از دو قشر سفید سفید برف آخرین غذای خواهر کوچک مهربانم را بر می دارم. امروز دیگر از نقش و نگار نیلگون کاسه های همیشگی نیست که ما با آنها بزرگ شدیم وداع خواهی کرد. من خودم تنهایی میرم داداش، حقیقت این است. امروز تو ما را ترک خواهی کرد، ای خواهر کوچک فداکارم که در آن اتاق در بسته و تاریک پشت پاروانی آرام و رنگ پریده می سوزی. این برف ها، همه این برف ها سفیدند از آسمانی چنان و از آسمانی چنان وحشتناک و منقلب. این برف های زیبا می آیند. قسم به دو کاسه برفی که تو الان می خوری، از ته دل آرزو میکنم در عوض تمام خوشبختیم این برف بستنی آسمانی شود و برای تو و همه مردم توشه مقدس کردند. ببخشید واسم. اردشیر، با شعر زندگی میکنی، با شعر میخندی، با شعر گریه میکنی، با شعر به وجد میایی. دیدم چه جوری دور خودت میچرخی. نه معذرت میخوام، یه بار دیگه بگیریم پرنامه. نه نه، ببین آخرین خواسته های یک بچه است. چیزی از این کره زمین نمیخواد. یک میگه برام برف بیار، نمیتونه بلند شه بره. برف میگه برام بیار فقط. لازم حکمت یک سری داره تو هم به ژاپنم مربوط میشه. میگه آن که بر درها میکوبد منم، کودک بودم که در هیروشیما مرده ها بزرگ نمیشوند. آن که بر درها میکوبد منم، کودک بودم که در ناکازاکی مردم، مرده ها دیده نمیشوند. ای کسانی که زنده مانده اید به من امضایی بدهید تا بچه ها نمیرند، تا زنده بمانند و بتوانند آب نبات بخورند.
از این جهان، این جهان به این بزرگ چه جوری چی کارش کردیم ما بچه یا نبات نمیتونیم حق داشته باشه که بکنیم یک کاسه به حرف. کاش کرونا نبود و میمدم بغلت میکردم. من میرم یه چای بیارم. مرسی، ببخشید. زندگی رسم خوشایند نیست. آقای رستمی واقعا لعنت به این کرونا. در فاصله که من رفتم چای بیارم آقای رستمی یه چیزی گفت که دوباره میخواستم بپرم بغلش کنم و لعنت به کرونا. گفت که من این شعر رو قبل از برنامه هم چند بار تو خونه خونده بودم، کلی تمرین کرده بودم که گریم نگیره موقع خوندنش. تمرین گریه نکردن تمرین کرده بودی ها؟ بله هر وقت خوندم چون گریه کردم اینو. یه قلوپ از این چای میل میکنی که منم بخورم صدام بلکه باز شه. بذاریم اینا تنیام تلخنی چرا تلخ. بریم از یه زنه بزرگی صحبت کنیم. بفرمایید چشمم. ببخشید من میخورم که این صدای ببخشید اصلا اوزار ریختیم به هم. بفرمایید فقط کتابم معرفی کنم. ما و تنهایی عاشقان. بله، مجموعه 138 تکای عاشقان. اردشیر جان تکا چیه؟ هایکو چیه؟ ببین 31 هجاز اون یکی، این 17 هجایی هن به هجاهاشون رفت داره. تکا بزرگ بلندتر هن، کمی از هایکوها بلندتر هن. آره. بعد میشه مثلا در ایران همون چیزی که گفتی مثلا یکی بگه من دارم هایکو میگم تانکا جان چی فرمودی؟ نمیگم یه بقیه کشورها میتونن بگن ما داریم هایکو میگن. میگن دیگه. نه یعنی آیا درسته این حرف یا نه؟ بله درسته، چون از اینها تبعیت میکنن. اونا 15 کلمه یا 31 کلمه مثل تانکاها میگن. ولی خب اصلا لازم نیست اسم ما روشون بذاریم. بس هم همینه. هر چیزی مینویسی بنویس. بله اصلا لازم نیست ما اسم بذاریم روشون. ما اسم میذاریم مثلا خراب میکنیم همه چیز رو. هایکو فقط مال اون زندگی، باید اون زندگی رو داشت. ما نمیشه مثلا توی منحتن نشست و روح ژاپنی داشت به نظر من. شاید هم بشه ولی من فکر نمی‌کنم بشه. باید تو اون فضا تو اتمسفر بود. دریافتای یک ذهن هایکویست که مال ژاپن هست. تو مثلا شعر بابا طاهر رو مثلا بگی میتونی کجای جهان میتونی مثلا بابا طاهر مثلا رباعی بگه، دو بیتی مثلا بخوام بگه اینا. نمیشه که چنین چیزی. باید اون زیست رو داشت. باید اون زیست رو داشت. ما اون زیست رو نداریم. ایزومی شیکیبو چقدر خوب شد. به به حالا حالم بهتر شد. ایزومی شیکیبو خانومی 1100 سال پیش در ژاپن زندگی میکرد. 1560 سال پیش. ببینید خیلی حرفه. 1560 سال پیش در ژاپن یک زنی میاد و از درون خودش تبعیت میکنه و شعر میگه و شعر ناب میگه و شعری میگه که امروز انگار همین الان گفته شده. انقدر این زیباست این شعر. این شعر باشی که از باشکوه‌ترین شعرهای دنیاست. خواهش میکنم مردم از این شعر رو بنویسید تو دفترتون، جایی بنویسید. اگر هزار دلیل برای مرگ وجود داره، یک دلیل برای زندگی کافیه. ایزومی شیکیبو میگه به راحتی میتوان بیزار شد از این هستی ملال‌آور، اما چگونه میتوان از آن دل کند وقتی که کودکی بر آن راه میرود، یا کودکی قسمتی از آن است. وقتی یک کودک در جهان وجود داره، هیچ کس حق نداره در جهان ناامید باشه، هیچ کس حق نداره مایوس بشه، تا وقتی یک کودکی داره در جهان راه میره.
غلام حسین نصیری پور زنده یاد شعری داشت میگفتش که وقتی که شهر از بوی باروت به خود پیچیده است و سرسام گرفته است، تنها صدای پای کودکی است که شهر را تیمار می کند. خیلی وقتا بچه ها دست ما را گرفتن، ما فکر می کنیم دست ما را گرفتیم. بچه ها ما را تربیت می کنند. راه رفتن یک پدر فرق می کنه با رفتن یک مرد تنها، مردی که بچهش هم راهش نیست. اونا ما را تربیت می کنند، اونا ما را ادب می کنند. ایزومی شیکیبو رو، ماه و تنهایی عاشقان جهان رو، نشر آهنگ دیگر پیدا کنید، شاهکار شعرهاش. پس برمون بخون بازم. بله چش. به دیدارم بشتاب، این شکوفه ها به همان سرعتی که باز می شوند فرو می ریزند. هستی این جهان به پایداری شبنم می ماند بر گل برگ ها. اگر این یک خواب است، در خوابهای دیگری به یقین تو را خواهم دید. عشقهای عالم بیداری از چه روی بی سرانجام رها می شوند. قواسان از خلیج پرخزه روی گردان نیستند. تو آیا روی می گردانی از این تن شناور چون کف دریا که انتظار می کشد دست های تو را؟ تنها آرمیدم گیسوان سیاه هم آشفته و ژولیده است. دلتنگ کسی است که نخستین بار نوازشش کرده است. آیا هنوز هم شعر ژاپن هایکو سرا داره و آیا هایکو سراهایی به همون قدرت هنوز وجود دارند؟ بله داره، استاد پوری ترجمه کرده از اونها، هایکوهای معاصر. بله هایکوهای معاصر. آقای پاشایی خیلی زحمت کشید، من تو این برنامه لازم میدونم درود بفرستم به ایشون و این پاشایی، استاد پاشایی خیلی رو فرهنگ ژاپن و این هایکوها کار کردن، سالهای سال آغازگر این کار بودن. بله وجود داره، ولی میگم اونها چون اون زیست از بین رفته، چون بیشتر اینا در طبیعت بودن، شکوفه های گیلاس. بله آفرین. بله دریافتاشون بر روی ناقوس معبد نشسته، آه در خواب است پروانه. اون معبد دیگه الان خیلی کمرنگ کرده، اون پروانه دیگه کمرنگ کمتر دیده میشه، ولی این هایکوها زنده انا میگم. ولی شعر معاصر ژاپن، شاید خوب میشه این بحث رو پیش میاد، همون روح رو گرفته و معاصرش کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، پروفسور ایکدا، معمار ژاپن معاصر، به همراه روشنفکراشون میرن پیش امپراتور هیرویتو و میگن که ما از علم شکست خوردیم. میگه یعنی چی؟ میگه باید دانش رو یاد بگیریم، ما از دانش شکست خوردیم. میگه یعنی چی؟ میگه همه دانشجوام رو باید بفرستیم آمریکا درس بخونن. هیرویتو میگه نمیتونیم، اون دشمن ماست، ما آمریکایی میشیم. میگه نه نه ترسید، ما دانش رو میگیریم و ژاپنیزش میکنیم. شما الان دانش ژاپنی دارید، گرافیک ژاپنی دارید، نقاشی ژاپنی دارید، فیلم ژاپنی دارید، لباس ژاپنی دارید، معماری ژاپنی دارید. دانش رو گرفتن ژاپنیزش کردن. گفت نترسید، اگر ما چیزی نداریم بذار از بین بره، ولی ما اون رو خواهیم گرفت و اون رو ژاپنیزش خواهیم کرد. کامپیوتریستای الان ژاپن، دانشمندای الان ژاپن همون سامورایی ها هستند که به جای شمشیر دارن کامپیوتر به رخ جهان میکشن. ما تو فرهنگمون اینو داریم، نقطه گم شده، حلقه گم شده ما اینجاست. ما اون ظرافتی که توی رباعی هامون هست، اونایی که نابنا میگم، بازم میگم ببین من خواهان جدایی از خاکسترم نه آتش، من میگم اون بدی ها رو بذاریم کنار، اون چیزای خوب رو برداریم. اونایی که همه عقیده هستیم، اون چیزایی که دستپالگیر ماست رو برداریم بذاریم کنار، آینده کشی نکنیم. توی شاهنامه هم رستم اسفندیار، رستم سهراب رو میکشه، در اروپا ادیپ ژوکاست رو میکشه. آینده کشی نکنیم، جامعه‌ای که به نوجوانهاش، به جوانهاش، به کودکانش احترام نذاره و باورش نکنه، جامعه مرده‌ای خواهد بود.
ما به جوانامون باید اعتماد کنیم، به نوجوانامون باید اعتماد کنیم، به کودکانمون باید اعتماد کنیم و بذاریم اشتباه بکنن و درست بشن. اشتباه بخشی از جهانه، بخشی از جهان اشتباه ها ساختن خیلی جاها. من پسرم یه بار ببین حرفای کلمات جدید ما برای جهان جدید باید بسازیم. یه بار پسرم یه چیزی گفت، گفتم که بریم بابا یکم ولخرجی کنیم. گفت یعنی چی؟ بچه بود 6 سالش بود. گفتم بریم برای دلمون خرج کنیم، حال کنیم، فکرم نکنیم. گفت خب بابا بگو دلخرجی. چرا میگی ولخرجی وقت میخوای برای دلمون خرج کنی؟ این کلمه جایگزین کلمه ولخرجی خواهد شد، چه بخوایم چه نخوایم. از دهن یه بچه 6 ساله اومده بیرون، خودش هم نمیدونست اصلا داره چی میگه، ولی حرفش درست بود. اشتباهات هم بخشی از جهان رو ساخته، اشتباهاتی اشتباه نبودن، درست بودن، ولی ذهن تاریخی ما، عقل تاریخی ما نمیذاره ما سراغ جهان بریم، میترسیم. شکسپیر تو هملت میگه بودن یا نبودن آری مسئله این است، اگر ترس از ورای زندگی نبود چه کسی بود که شمشیر را بر ندارد و دردم خود را هلاک نکند. آری تفکر و تعقل همه ما را ترسو و بزدل می کند و عزم و اراده هرگاه که با افکار احتیاط آمیز توأم می شوند رنگ باخته و قدرت خود را از دست می دهند. آرزوهای بزرگ به همین دلیل عملی نمی شوند. یادم یه بار می گفتی اتفاقا این بخش دوم این جمله رو بیشتر از بخش اول دوست داری. بله نه اصلا بخش دومش هیچ کس هیچ چیزی نگفته، همش به هم بودن یا نبودن مسئله این است. یه بار دیگه بخش دومو میگی یه بای کمی آرام. بله ببخشید عذر میخوام، مرسی که میگی. میگه تفکر بخش دومش دارم میگم. بخش اولشون همه گفتن بودن یا نبودن مسئله این است. آقا مسئله این نیست. از ادامهش ببین جمله چقدر زیباست. میگه تفکر و تعقل خیلی وقتا ایمان جهانو میسازه، عشق جهانو میسازه، عقل تاریخی نمیسازه، عقل ناب میسازه. عقل تاریخی محافظه‌کاره، ملاحظه‌کاره، عقل ناب عقل واقعیه، عقلی که نمیترسه، عقلی که جهانو میسازه. تفکر و تعقل همه ما را ترسو و بزدل میکند و عزم و اراده هرگاه که با افکار احتیاط‌آمیز توأم میشوند رنگ باخته و قدرت خود را از دست میدهند. آرزوهای بزرگ به همین دلیل عملی نمیشوند. برم میشه نمیشه چیکار کنم، اون هست نیست، بازه نیست، میدن نمیدن. آقا اینا رو بذار کنار، برو با ایمانت، برو با عقل نابت، برو. عقل خوب اما عقل ناب، عقل سرخ، عقل تاریخی ملاحظه کاره، محافظه کاره، میگه نکن، نکن این کارو. گر مرد رهی میان خون باید رفت. آفرین. از اینا پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید. آفرین، اینا خوبن. اینا رو برداریم، آنالایز کنیم، پالودشون کنیم، تفکیکشون کنیم، خوبهاشون رو برداریم، بداشون رو بذاریم کنار. من لایق نام خودم، فرزند ایام خودم، تا حسن آغاز که بود من حسن انجام خودم. گاهی سیه مستی کنم تا شکر این هستی کنم، بر قله طبعی بلند ای وای اگر پستی کنم. آره ما میتونیم، بحث من اینجاست که فرهنگ ایرانی رو بگیریم. مادرانمون در گذشته میگن با 300 گرم گوشت غذا میپختن 20 نفر سیر میشدن، الان 3 کیلو میپزیم کسی نمیدونه داره چی میخوره. یک چیزی اینجا گم شده. در گذشته به یکی میگفتی بی انصاف براشفته میشد، الان بگی بی انصاف میخنده به تو. کلمات مقدسی هستن در سرزمین ما، مثل قناعت، مثل متانت، مثل انصاف، مثل سلام. اینا از بین رفته، اینا رو باید به جایگاهشون برگردوند و ما میتونیم این کارو بکنیم. دانشمندای ما باید برن چیزی بسازن که یک غزل بشه، معمارهای ما ساختمونی بسازن که یک قصیده است، یک مثنویه، خیابون بسازیم که مثنوی شده، یه باغچه بسازیم که رباعی باشه. اون روحشون رو بگیریم، اونها رو بیاریم در داخل معماری قرارشون بدیم. کاری که ژاپن کرد، کاری که چین کرد، کاری که کره کرد، کاری که آلمان کرد، کاری که هند داره میکنه. ما باید برگردیم اینا رو بعداشون رو بذاریم کنار، پالایششون کنیم، تازیانه بزنیم به فرهنگمون و گرد و غبارش رو بگیریم، خوبیاشو برداریم، با اینها بریم. اگر ما روحیه مادرانمون و پدرانمون که در گذشته بودند، این همه درختای زیبا کاشتن در راههایی که ما میریم برای همه جا، اگر اینا رو نمیکاشتن ما چی داشتیم؟ اگر مثل ما فکر میکردن که فقط به خودمون فکر کنیم، این همه درخت ها از کجا می اومد؟ از کجا؟ هیچ چی نبود تو سرزمین ما، ما هر چی داریم از همونها داریم. دنبال هیچ چیزم نبودند. به قول صاحب میگه مرغان به جا گذارند در باغ آشیان را، میسازن و میرن، ولی ما همش به خودمون فکر میکنیم.
برگردیم اون چیزای خوبمون رو برداریم، مدرنشون کنیم، معاصرشون کنیم تا سهمی به جهان داشته باشیم. در گذشته داشتیم کیک، همون کوکس در ترکی میگن، در کردی میگن کاک، پارتیزان، نبردهای پارتیزانی در جهان شناخته شده است، ما رو پارتا بوده. ما در گذشته دادیم به جهان خیلی چیزها رو و امروز هم میتونیم بدیم. سهم از نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمیبینم دوامی، مگر صاحب دلی روزی ز رحمت کند در حق مسکینی دعایی. مرسی. من حالا بریم سراغ اینم بریم. مرسی، ببخشید. هایکوهای عاشقانه، آلن کامینگز، ترجمه رضا رضی هیرمندی. عذر میخوام، رضی هیرمندی. رویایی مانده و بس، چه سرد است نیمه خالی رخت خواب پیرمرد. نیشایاسونین شاعرشه. ما در بایاتی یادم داریم میگه که بستر بی تو زخمیم میکند. سوز و سرما پایم به چیزی میخورد در اتاق خواب، گل سر همسر از دست رفتم. بوسون. راه شیری گویی سفیدتر شده بعد از باردار شدن زنم. از زایمان تاکاها شوگی اسم اون شاعر بود. از زایمان به این سو عادتش شده امر و نهی کردن به شوهر. ناز داره میکنه، حقش دیگه، وقتی باردار شده باید این کار رو الان نکنه کی بکنه. به 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 به. دست پاچه و در عذاب از دیدار هر مهمان، نو عروس در صبح روز بعد. شکار رو ببینیم. به به. بوسون باز. باران بهاری بر تخت روانمان زمزمه می کنی، هیچ واره های شیرین. مهم نیست که ما چی می خواهیم بگیم، مهم با هم بودن هست. مهم نیست کلمات، هرچی گفتی اونجا خوبه. وقتی مهم با تو باشی، میگه عشق اگه یه ترانه بود، عشق اگه تو دلت باشه صحبت خودش گل میکنه. در بگو، وقت مهم با هم بودن هست. آیا رستم یه چیزی بهتون بگم؟ بله، میدونم چی میخوام. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقت تموم شده. منم نمیخوام اصلا وقت بسن. حالم خراب شد. تو برسید. چه در رباست به چشم من باد بزن محبوب سفید ناب ناب. باد بزن هیچ معنی نداره که، هیچ چیزی نیستش که. وقتی مال کسی هست که اون کس مال توه و دوستش داری، اونجاست که ارزش پیدا میکنه. اشیا برای همین ارزشمند میشن. وقتی کسی امکان داره یک چوب کبریت برای یک نفر از یه تمام جنگل های دنیا مهمتر باشه. این در عربی هم هست، خیلی هم زیباست. شرف المکانه بالمکین. بله، آفرین. بله، یعنی ارزش یه جا بر کسیه که بر اونجا میشینه. بله، این مبل، اون مبل، آدمی که میشینه است که یه جایی رو متشخص میکنه. نه کاری ندارم، نه به خدا، من که اصلا برنامه رو خراب کردم. نه اختیار داری، برنامه رو همیشه آبادش میکنم. نه به خدا، عذر میخوام. من اینم هایکو، شعر ژاپنی، ویراستار دیوید کاپ، برگردان فارسی استاد پاشایی و نسترن پاشایی. من باز هم درود میفرستم به استاد پاشایی عزیز. دو سه تا دیگه بخونم، تموم شد دیگه. یک دقیقه، من ببخشید. آخ چقدر من این شعر دوست دارم. فریاد زد آمدم آمدم، اما یکی همچنان میکوفت دروازه برف پوش را. سروش جان، چقدر شما در کودکی، در نوجوانی درهای رو زدید که میکوفتید خدا کنه این سری باز کنه. تو جنگل، تو برف، تو سرما میگه من دارم میام، ولی اون میخواد بازم بشنفه اون من دارم میام رو، بازم میکوبه. یه بار دیگه. فریاد زدم آمدم، اما یکی همچنان میکوفت دروازه برف پوش را. الان تمام شد، این کار نداریم که.
به 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 کیوشی، او چیزی میگوید، من چیزی میگویم و پاییز عمیق میشود. آذرخش خاموش میشود در داخل آذرخش. خیلی از صداها رو صداهای دیگه خاموش کردند. خیلی از صدا دارن ولی صداشون تو صداهای دیگه گم میشه. ببخشید تمام شد دیگه، همین الان شاخش نه. به به، حتی در کیوتو وقتی آواز کوکو را میشنوم دلم هوای کیوتو را میکند. اینقدر زیباست اینجا، تو اونجا بازم دلت تنگ میشه برای اونجا. مثل خیلی از شهرهای زیبای دنیا، مثل پاریس، مثل استانبول. تو استانبول هم تو دلت برای استانبول تنگ میشه. تو از استانبول دور بشی باز هم دلت، یعنی تو رو تازه داستان تو تازه شروع میشه. یه مثالی هست در مورد استانبول میگن، برای اینکه شعر رو بخوام بفهمیم، میگن اگه آب تلخ بفروشی تو استانبول 70 سال میفروشی. یعنی انقدر کسای دیگه میان میرن، انقدر اینجا شلوغه، کسی یادش نمیاد. میچرخه دوباره 70 سال کسی میتونه جهانو فریب بدی با آب. یکی دیگه تماشا، یه 30 ثانیه است دیگه. معذرت میخوام آیه تایید کننده اونجا ایستادن. به به، در سایه شکوفه های گیلاس هیچ کس کاملا غریبه نیست. دیگه بعضی وقتا همینطوری. یک شعر تلخ هم بود که من می‌خواستم بخونم ولی امروز بنده کافی گریه کردم. یعنی حالتون رو خراب کردم. عذر می‌خوام. نمی‌خونیم دیگه. بس یه وقت دیگه هم بیاریم باز بخونیم. حتما. من از مردم آقای رضایان همتون بچه‌ها ببخشید. بسور شما معذرت می‌خوام. مثلا نباید اینطوری بشه الان. ما که سیر نمی‌شیم اردشیر. ببخشید. اصلا وجود تو هم برای ما و برنامه مثل یه شعره. یه شعره که باش گریه میکنیم، شاد میشیم، به وجد میایم، میخندیم و بیشتر از همه لذت میبریم. من معذرت میخوام از مردم. از شما معذرت میخوام. خیلی خیلی ممنونم از حضورت. خیلی متشکرم و هفته بعد منتظرت هستید. ممنونم. آقای حسین فروتن سلام. سلام به شما سروش جان، من خوشحالم که باز در خدمت ارادتمندم. هفته گذشته مطلب هفته قبل ترش رو که درباره حرف مفت بود مرور کردید. مرورش خودش یک برنامه شد ولی خیلی خیلی برنامه خوبی بود و همه چیز یاد ما اومد. اگر در طول این یک هفته فراموشمون نشده باشه، حالا میشه رفت سراغ ادامه بحث پیرامون کتاب حرف مفت فرانکفورت. خدمت عرض کنم که به دیگه فکر نمی‌کنم یادآوری لازم داشته باشه. موضوع جا افتاده. یه برنامه دیگه یادآوری. ولی خب این دفعه قراره که با اون توضیحاتی که دادیم در مورد خود این موضوع حرف مفت صحبت بکنیم. برای چندمین بار من یادآوری می‌کنم که هری فرانکفورت وقتی میگه حرف مفت، منظورش حرف‌هایی هستن که برای به منظور جلب توجه دیگران همراه کردن اونا با گوینده زده میشن و بی توجه به حقیقت گفته میشن. با این تفاوت نسبت به دروغ که معمولاً برای یک منفعتی گفته میشه و گوینده لزوماً میدونه که داره دروغ میگه. چرا؟ چون از حقیقت خبر داره. گوینده حرف مفت ممکنه حقیقت رو بدونه یا ندونه، ممکنه راست بگه یا دروغ بگه، ممکنه حرف بی‌معنا بزنه ولی داره حرف مفت میزنه. سه تا در واقع تفاوت بین دروغگو و کسی که حرف مفت میزنه، قول کتاب حرف مفت زن وجود داره. اولش اینه که اونا دروغگوها آگاهانه مشغول فریب هستن ولی اونا خب اصلا خبر ندارن، یعنی اصلا قصد ندارن دروغ بگن چون به حقیقت بی توجه. دروغگوها حقیقت رو میدونن و تلاش میکنن که اون رو پنهان کنن ولی اونایی که حرف مفت میزنن به حقیقت بی توجهن، تلاشی هم برای پنهان کردنش ندارن. دروغگوها در عین اینکه این سومیش میشه، دروغگوها در عین اینکه دارن دروغ میگن به تفاوت، حالا نمیگم برتری ولی به تفاوت راست و دروغ قائلن. چه ولی چه بسا که یه نفری که حرف مفت میزنه براش علی‌السویه باشه، یعنی میگه من این حرف میزنم ملت میپسندن و اصلا مهم نیست که دروغ چیه، راست چیه، حقیقتی هست یا نیست. این سه تا شد سه تا تفاوت دروغگوها و راستگوها.
حرفی که دروغگو میزنه لزوماً غلطه، ولی حرفی که در واقع حرف مفزن میزنه میتونه راست، دروغ یا بی‌معنا باشه. برای اینکه مثال‌هایی بزنیم از اینکه کجاها حرف مفزده میشه، دلایل اینکه حرف مفزیات شده رو بر اساس حرف‌هایی که فرانکفورت زده و آقای ملکشیان آخر کتاب اضافه کرده و خیلی های دیگه دنباله این کتاب پیش رفتن، من برات لیست میکنم که چرا حرف مفت زیاد شده، کجا حرف مفت زیاد میزنن. یکیش اینه که خود فرانکفورت هم میگه اینکه در جوامع دموکراتیک، در اوضاعی که ما الان داریم، مردم چون حق رأی دارن، مردم چون در تصمیم گیری ها مورد ارجاع هستن، خیال میکنن در مورد همه چیز باید نظر داشته باشن. وقتی که شما در مورد همه چیز باید نظر بدی و من و شما و همه میدونن، لزوماً همه چیز رو نمیدونن و حتی توان نظر دادن در مورد اون رو ندارن، خروجی این میشه حرف مفت. خیلی ساده است. شما باید در مورد همه چیز حرف بزنی، احساس میکنی در مورد همه چیز باید نظر بدی، خب و معلومه که تو همه چیز رو نمیدونی، پس داری حرف مفت میدی. چرا دروغ نمیگی؟ چون تو همه چیز رو نمیدونی، نه اینکه همه چیز رو میدونی داری برعکسش رو میگی، پس داری حرف مفت میزنی. دومیش که از حرف فرانکفورت در میاد، تو مثالای خودش هم هست، نیاز مارکتینگی مخصوصا در حوزه سیاسته. میگه کمپین‌های تبلیغاتی، کمپین‌های سیاسی، کارزارها، اگه میخواید زیر نویس کنید که فارسی چیه، کارزارهای سیاسی و تبلیغاتی نیاز دارن که مردم دور خودشون بکشونن، پس حرفایی میزنن که مردم دوست دارن، دنبالش راه میافتن بی توجه به اینکه درست چیه، غلط چیه، راست چیه، دروغ چیه. سومیش که با آمده است و به رسانه نزدیکه، میگه حرف مفت زیاد زده میشه، حرف مفت اونجاهایی پیدا میشه که لازمه خیلی حرف بزنن. مهمترینش کجاست؟ خبرهای 24 ساعته، جریان رسانه‌ای که قرار همیشه خبر داشته باشه و وقتی قراره رسانه همیشه خبر بده و بتونه پول بگیره، تبلیغ بگه، کی بیشتر میگیره؟ اون موقعی که چیزی بگه شاز باشه، عجیب غریب باشه، دیگه براش مهم نیست که این درسته یا غلطه. پس سومین جایی که حرف مفت ازش زیاد در میاد، رسانه‌هایی هستن که فشار برای پول اینا دارن که حرف زیاد بزنن، پس لزوماً حرف مفت میزنن، هر چیزی رو میگن. چهارمیش که حالا خیلی از این کتاب در نمیاد، بقیه گفتن، اینه که از نسبی گرایی این در اومده. من با این همدلی ندارم، چاست که خیلی دیگه هم نداشته باشن. اینجوری نیست که حرف مفت زیاد شده باشه به خاطر نسبی گرایی. اصلا اینجوری نیست. یعنی من معتقدم، من میتونم معتقد باشم که دسترسی ویژه‌ای به حقیقت ندارم، هیچ ویژگی خاصی نسبت به سروش و بقیه بیرنده‌ها ندارم که درست چیه، غلط چیه، در کنه اشیا چیه، واقعیت دنیا چیه. این فقط باعث میشه که من نسبت به نظریات دیگران روادارتر باشم، ولی این اصلا باعث نمیشه من حرف شما رو قبول بکنم، که من نظر خودم رو دارم. من میتونم یه نسبی‌گرای معرفتی باشم، بگم همون قدری که من دسترسی به حقیقت ندارم، شما هم دسترسی ویژه‌ای به حقیقت نداری، نظر خودت داشته باش، حرف خودت رو بزن. منم الزاماً براشفته نمیشم، مثلا طالبان نمیشم، القاعده نمیشم، اون یکی جدید اسمش چی بود، داعش نمیشم. خیال نمیکنم کل حقیقت در دست منه. من شاید نسبی‌گرای معرفتی باشم، ولی از این در نمیاد که هر کسی میتونه هر حرف مفتی بزنه. هر کسی میتونه نظر خودش داشته باشه، ولی من بر اساس نظر خودم میتونم معتقد باشم که حرف خیلی آدمهایی که میشنوم یا چیزایی که میشنوم حرف مفته. یعنی من خیلی با اینکه نسبی‌گرای از این در نمیاد واقعا. و آخریش که فکر میکنم مهمه و الان میشه خیلی خیلی مثال ازش پیدا کرد، فرقه گراییه. یعنی فرقه گرایی زیاد باشه، اقبال مردم به این ادا اطوارا بیشتر بشه، حرف مفت بیشتری تولید میشه. به خاطر اینکه 10 بار گفتیم خاصیت حرف مفت، هدف حرف مفت اینه که مردم دنبالش بیافتن. مردمم که اینجا من میگم واقعا هیچ توهینی درش نیست که بگم مردم صفیحن، کودکن، تشخیص ندن دنبال این، منظورم گروهایی از مردم، منظورم برخی از مردمه. وقتی یک نفر حرفهایی رو طراحی میکنه برای اینکه دیر شیفته خودش بکنه، برای اینکه دیر دنبال خودش بکشونه، لزوماً دیگه براش مهم نیست که حقیقت چیه. پس اینجاست که داره حرف مفت میزنه، یه چیزی میگه که مردم دنبالش را بیفتن، نیستی نمیگه که درست باشه. تو حرف مفت از این جنسش گوینده است که مهمه، یعنی میگه که من چقدر خوبم، به من توجه بکنی. که بهش میگن نگاه پوپولیستی. اگر یک حرفای سطح پایینی بزنه میشه
پوپولیستی، ولی چه بسا حرف مفت از یک آدمی باشه که جایگاه خیلی بالایی داره، اصلا متفکر معروفیه، اصلا دانشمند معروفیه. اتفاقا این جمله خود فرانکفورت ها، یعنی تو گفته گوش، این که از قضا افرادی که سطح بالای مثلا علمی دارن به خاطر اعتماد به نفسی که در حوزه کاری خودشون دارن حرف مفت های زیادی میزنن. یعنی آقا اومد مثلا فیزیکدانه، بعد خیلی هم کارش درسته، مقالات زیادی هم داره، مورد اقباله، در مورد هر چیز دیگه که حرف بزنه لزوماً حرف مفته، چون تو از فیزیک خبر داری، از بقیه چیزا که خبر نداری. و این اعتماد به نفسی که فرانکفورت ازش حرف میزنه خیلی ما میبینیم، یعنی دانشمندان تراز اولی که در همه موضوعات حرف میزنن. تو چند تا برنامه قبلا مثلا من اسم این نفر رو میوردم، شما یک جمله ازش میگفتی، میگفتم این جزء حرف مفتاش احتمالاً، یعنی لزومی نداره مثلا فلانی اگر در فلسفه تحلیلی خیلی کارهای خوبی کرده، هر گزینگویه و کلمه قصاری که ما ازش میشنویم حرف حسابی باشه، همونجایی که آقا کار کردی سردمیاری حرف حسابیه، بقیه‌اش چون خبر نداری حرف مفته، نه به خاطر اینکه دروغ میگی، بخاطر اینکه خبر نداری. اونم احتمالاً اون حوزه هم متخصصین خودش رو داره. مثال هایی برای اونجایی که مردم فکر میکنن همه چیز باید بگن، برای شماره یک واضح ترین مثال شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی آزادی به ما دادن و حقی به ما دادن که همه خیال میکنن باید لزوماً ازش استفاده کنن. یعنی اگه من میتونم در تلگرام کانال بزنم، خب چرا نزنم؟ باید بزنم. اگه من میتونم یه جمله بنویسم، چرا ننویسم؟ هر اتفاقی که این روزها میفته، مخصوصا مثلا تو کرونا، چقدر مد در مورد این تولید شد و هر کسی خیال کرد که در مورد این میتونه نظر بده و ابعاد اینو بشکافه، و یه چیزاییش که اصلا از دور تو متوجه میشی حرف مفته. یعنی میگن که اینو فلانیا درست کردن که فلان طور بشه. من فکر میکنم که خب تو که تو تهران داری زندگی میکنی، میری میای، علل اصول راهی نداشتی که اینا رو بفهمی، پس حتما داری حرف مفت میزنی. اینکه تو در ذهنت یک تخیلی کردی که اتفاقا حرف مفت با تخیلم ربط داره، یعنی لازمه که تو چیزایی رو سرهم کنی ببافی. توی دروغ تو باید یه چیزای متضاد راست بسازی، ولی در حرف مفت دیگه چیزی نیست که تو بر ضدش، بر خلاف اون چیز باید ببافی، باید تخیل کنی. خیلی زود دسترسی آدم‌ها رو به موضوعات میتونم تصور کنم. در مثلا موضوع کرونا، مثلا اون اوایل میومد که کرونا طبع سرده، چیزهای گرم بخورید. گفتم که خب مثلا در چین کرونا اومده، نمونه های کرونا در ایران پیدا شده. آقایی که داری این حرف رو میزنی، تو اصلا میکروسکوپی که اینو نشون بده، آزمایشگاهی که اینو بررسی کنی داری؟ مثلا چای نبرد بردی پیش کرونا، گفت نه ممنون، فهمیدی که طبعش سرده؟ اصلا من فوری میتونم بفهمم که این داره حرف مفت میزنه. لازم نیست که مثلا برم حرف اینو در آزمایشگاه، چون کرونا تازه اومده، این آقا که داره این حرف رو میزنه نه آزمایشگاه داره، نه در دانشگاه است، نه وسیله بررسی اینو داره. خیلی راحت برمیگردم میگم آقا این حرف مفته، اینو مثلا عمه جاینه برای من نفرست، مثلا زنم اینو در گروه نذار، چون این حرف مفته، این راهی نداره برای فهمیدن این. توی کرونا خیلی از اینا دیدیم توی موضوعات این. پس شبکه‌های اجتماعی یکی از جاهاییه که باعث میشه این حرف مفت زیاد تولید بشه، تولید سرعت بگیره. یکی دیگه اون در مورد چرخه 24 ساعته اخبار که صحبت کردیم و فشارش که حرف مفت رو زیاد میکنه، باز در همین ماجرا که گفتم فشار تبلیغات باعث میشه. مثلا در ماجراهای قمار و سایت‌های شرط‌بندی و اینا که خیلی الان زیاد شده و سرمایه زیادی رو از مملکت میبره، شبکه‌های گسترده مالی و فساد و این چیزا دارن، یه جایی که این رسانه‌ها گیرش میافتن ماجرای رپورتاج آگهی. رپورتاج آگهی هست برای سران این شبکه‌های قمار، یعنی طرف پول داده باش مصاحبهشو چاپ کردن، منتشر کردن. یعنی ما وقتی اسم یک رسانه رو می‌بینیم، لزوماً نباید فکر کنیم هر چیزی در اون چاپ شده درسته، سردبیری شده، به خاطر اینکه این در رسانه‌ها پول هم یک کاری می‌کنه، رپورتاج آگهی می‌پذیرن و شاید ریز نوشتن ما نمی‌بینیم، یعنی این به اونا اعتباری نمیده. و یه مثال از اون ماجرای فرقه گرایی اگه برات بخوام بزنم، اون مثالی که در برنامه دو تا قبلی زدیم، من همچنان پاش هستم و هیچ مشکلی هم با این ندارم که این ماجرا حرف مفته، و خیلی هم حالا من نه خیلی ولی بعضی هم دیدم که نسبت مثلا بهش مشکل داشتن، من حالا اصراری بهمون ندارم. مثال در مورد فرقه گرایی خیلی زیاده و مثلا فرقه های عرفانی مثلا شرقی خیلی هاشون این مدلی هست. مثلا اوشو اگه خیلی اسمشو شنیده باشن، در این که متهای خوبی، مطالب خوبی، حرفهای خوبی از بین کاراش میشه در آورد، با این که چه فجایعی در فرقه گراییش، در کیش شخصیتش، در ماجرای شهرک سازیش، مستندش دیدی چند قسمتیه؟ اصلا فوق العاده است این مستند
که این ماجراهایی که یک آدمی که میاد میگه که من بیشتر از شما میفهمم، بیاد به حرف من گوش بکنید و چه فجایعی میتونه باعث بیاره. یعنی کار به قتل میکشه، کار به جنایت میکشه، کار به بیماری میکشه، کار به تقلب میکشه، به توطئه و مسموم کردن بقیه میکشه. یعنی که این فرقه گرایی که آقا من هر چی بگم خوبه و شما از من دلیل نخواهید چون من حرف خوبی میزنم، حتی در یک کشوری مثل آمریکا ممکنه این ماجراها رو پدید بیاره. اصلا قرار نیست که ما خیال بکنیم مثاله لازمه مثلا صدای کسی رو در بیاره. مثال برای این ماجرای فرقه گرایی خیلی فراوونه، هر جایی، تقریبا هر جایی که یه نفر یه میکروفونی دستشه و کاری جز این حرف مفت زدنه نداره، فایده ای برای دنیا نداره، این ماجرای حرف مفته خیلی پررنگه. سخنران های انگیزشی، روانشناسی مثبت، اینایی که میگن بیا چجوری پولدار بشیم، ببین خیلی واضحه، اینایی که میگن بیا سخنرانی کنیم و پولدار بشیم و در یک اردو از شما 20 میلیون تومان میگیرن که برای ما شما صحبت کنن، در 30 سال گذشته عمرش که من دارم نگاش میکنم هیچ کاری جز این سخنرانیه نکرده. این تنها روش پولدار شدن و موفقیتی که بلده همین سخنرانی انگیزشی کردنه. این صبح تا شب داره حرف مفت میزنه. آدمایی که پولدار میشن، موفق میشن، به تعداد دونه دونهشون روش‌های مختلف، سرنوشت مختلف، استعدادهای مختلف دارن. اینجایی که یه نفر میبینی میکروفون دستشه و شبانه روز داره حرف تولید میکنه و میگه بیاد یه شب پولدار بشید، بیاد مثلا من یادتون میدم که چجوری موفق بشید، سوش لزوماً حرف مفته. یعنی اگه روشی برای موفقیت بود که چرا به من تو میگفت؟ اگه اکسیری برای پول ساختن بود که چرا میاد به من و تو میگفت؟ چرا داره التماس میکنه که بیاد سوار کشتی کروز من بشید، من به شما اینا رو یاد بدم؟ چرا تبلیغ میکنه؟ تو اگه داری حرف حسابی میزنی که دیگه تبلیغ لازم نداری، که اگه داری اکسیر موفقیت میدی به مردم که مردم باید دنبالت بودن. پس این فرقه گرایی خیلی مثالهای خوب و روشنی از این داره. یکی از راههای شناختن در واقع حرف مفت رو همین الان گفتیم دیگه، یعنی اونجایی که ادعی دنبال یه نفر راه میفتن که هیچ فایده‌ای، هیچ خیری برای مملکت، برای دنیا، برای آدمیزاد نداشت. تو اون ماجرای خود کتاب حرف مفت که یه پیوست جستاری به قول خودشون خیلی خوبی اون آخرش از آقای ملکیان داره، آقای ملکیان برای تشخیص حرف مفت 4 تا نشانه گفته، 5 تا. من این 5 تا رو اگه اجازه بدی خیلی خلاصه بگم. آقای ملکیان میگه که اون کسی که حرف مفت میزنه به قبول صحبتش بیشتر از فهم صحبتش اهمیت میده. یعنی تلاش نمیکنه که شما بفهمی، اصلا شنونده فهیم نمیخواد، شنونده میخواد که بپذیره. پس یکی از نشونه‌هاش میشه. دومیش میشه این که از آدمایی که به هر دلیلی ازش حمایت کردن، دکتر فلانی، دانشمند فلانی، استاد فلانی، خیلی از اینا استقبال میکنه و اینا رو به زبون میاره. من فلان جا دعوت کردن، فلان جا من دکترای افتخاری دادن، فلان جا از من تقدیر کردن. حتی برای اینا یه شبکه‌ای شکل میگیره که به همدیگه پاس گل میدن. یعنی مثلا این به اون دکتر افتخاری میده، اون به اون تندیس ماندگار میده. یعنی این کسایی که حرف مفت میزنن حتی شبکه تقدیر و بالا بردن خودشون دارن و در کارنامه اینایی که تو این ماجرای حرف ما پول در میارن همیشه رزومه‌شون نگاه میکنیم، واه چه عجب چیزای بزرگی، چه سمینارهای مهمی. سومین روشی که آقای ملکیان میگه برای اینکه حرف مفت رو تشخیص بدیم، میگه از مخاطب، از شنونده، از پیرو استقبال میکنه ولی اینکه حرفشو نفهمه. آقا شما اصلا نمیخواد بفهمی من چی گفتم، فقط دنبال من بیا، شلوغتر بشه ماجرا. چهارمین چیزی که میگه، میگه از کسایی که ازش تعریف میکنن، از کسایی که باهاش موافق هستن استقبال میکنه ولی اینکه اینایی که با هم ازش تعریف کردن با هم سازگاری نداشته باشن. یعنی اون میگه که بله شما درست میگید به دلیل آ، اون میگه بله شما درست میگید به دلیل ب، این میگه جفتتونم دمتون گرم. کاری نداره که این دوتا نظرشون به همدیگه آبه، با همدیگه جور در نمیاد. و پنجمین دلیلی که میگن، میگن که حرف مفت در برابر هر انتقادی، در برابر هر اعتراضی، در برابر هر مخالفتی آشفته میشه. یعنی اینایی که یه دار و دسته‌ای دارن، هر کی بگه به به، میگن سلام نا دمت گرم، دست درد نکنه، و هر کی کوچیکترین ایرادی بگیره، آقا تو چی میگی، تو کی هستی، کجا درس خوندی، چرا داری این حرفو میزنی. هر موقع یه جایی یه چیزی میگیم و میبینیم عده زیادی مثلا صداشون در میاد که چرا این حرفو زدی، تو مگه نمیدونی جلوی کی وایسادی، این یکی از نشانهایی که دارم به نفری که حرف مفت میزنه پریدم. و سه تا دلیل تو همین پیوسته هست برای اینکه چرا حرف مفت خطرناک تره. ببین خیلی فیلسوفا که بعد از هری فرانکفورت روی این ماجرا کار کردن، با اینکه حرف مفت از دروغ خطرناک تره و بدتره، همدلی ندارن.
ولی در جستار که آقای ملکشان نوشته در دفاع از این حرفی که فرانکفورت زده میگه سه تا دلیل داره که این بدتر و خطرناکتره. به خاطر اینکه تقلید دیگران از دروغ خیلی کمتر از تقلید دیگران از حرف مفته، یعنی دنبال حرف مفت یک جماعتی را میفتن، یک لشکری را میفتن، ولی دروغ کمتر اینجوری میشه. دومیش اینه که کشف دروغ خیلی ساده تر از حرف مفته. یعنی اگه اون ماجرای معناداری و بی‌معنایی رو یادمون بیاد، اگه ماجرای این که گفتم حقیقت چیز عجیبی نیست، میتونه یه فکت علمی باشه یادمون بیاد، این که نفر یه دروغی بگه فوری میگه نگاه کن این مقاله نیچر رو نگاه کن، تو داری در مورد کرونا چرند میگی، اصلا اینجوری نیست، مثلا واکسن اینجوریه، درمان اینجوریه، پروسه مثلا پذیرش یک درمان اینجوریه، تو داری چرند میگی. و سومیش که اگه بخوام برات بگم، من خیلی این مدلی نیستم ولی اینجوری اینه که زبان بدن دروغ رو لو میده ولی مثلا حرف مفت رو لو نمیده. من این مدلی نیستم، یعنی خیال میکنم یه نفری که دروغ میگه لزوما انقدر پپه نیست که از رفتارش ما بفهمیم دروغگاه حرفه‌ای، فریبکارای حرفه‌ای فراوون داری. این شد پس چرا بدتره دیگه چیز بدتره؟ نه عالی بود، عالی بود. این که میگم عالی بود واقعا به نظر من با سلیقه من خیلی نکات مهمی بود، برای اینکه باعث میشدم چشمش، گوشش، عقلش، شاخکاش تیزتر بشه، دقیقتر ببینه، بشنوه، که وقتی داری یکی حرف میزنه، داریم یه چیزی رو میبینیم، میشنویم، حواسمون باشه که کدوماش حرف مفته و این کار سخته که حرفای مفت رو پالایش کنیم، پیرایش کنیم، بریزیمش دور و لب به درد بخور رو استخراج بکنیم و انجام بدیم. این به زندگیمون، به انتخابهامون خیلی معنا میده و کمک میکنه. اولا که این کتاب باید فوری معرفی کنم و به عنوان جمله آخری که بخوام بگم، بازم میگم به اونجایی که صدا بلنده بیشتر شک کنیم، یعنی مثلا آدمهای معروف، آدمهای تاثیرگذار، چه میدونم اگه یه نفری که مثل هیتلر میاد میگه ما نژاد برتریم، این داره حرف مفت میزنه. یعنی اون موقع، نه الان نه اون موقع، هیچ یافته‌ای وجود نداره که یک نژادی برتره، اصلا هیچ نظریه علمی اینو ساپورت نمیکنه که یک نژادی برتر از بقیه هست. اینی که میگم به صداهای گنده، به حرفها، به آدم زورگو قلدر اینا گوش بکنیم، اینه که خیلی وقتا اینا به جای اینکه دروغ بگن فرق دارن حرف مفت میزنن و ما چقدر خوبه که اگه بفهمیم. خیلی با اشتیاق دلم میخواد این کتاب رو هرچه زودتر بخونم در باب حرف مفت. همین فکر کنم توی تاکسی تموم شد. خیلی کمه، خیلی کوچولوه. به حرفایی که امروز زدیم، به مثالایی که امروز زدیم، کتابی که میخوام معرفی کنم نزدیکه و قرنها پیش در سری‌های قبلی کتاب، باز من این کتاب رو یه بار دیگه آورده بودم، یادم نمیاد معرفی کردیم یا نه. بله معرفی کردیم. شما همه چی یادت میاد؟ نه من هیچ، ولی این کتابو چون خیلی برام جالب بود و وقتی گفتی خیلی کنجکاو شدم بهش یادم میاد. انتخابم درسته؟ بله. اگه زحمت بکشه. دروغ یا درمان، حقایق انکارناپذیر در مورد طب سوزنی، هومیوپاتی، کایروپراکتیک درمانی و طب گیاهی. سیمون سینگ ادوارد اولست، ترجمه دکتر محمد رضا توکلی صابری و انتشارات مازیار. سلامت اینقدر مهمه، ما اینقدر برای جونمون و سلامت خودمون و بقیه اهمیت قائلیم، ولی حجم حرف مفت و فریبکاری در این حوزه از خیلی جای دیگه بیشتره و این خیلی عجیبه. خیلی متشکرم، خیلی حرفات حرف حساب بود. ایشالله. خیلی حرفات به درد بخور بود. بذاریم متضادش حرف حساب دیگه آن به جای حرف مفت. من که خیلی استفاده کردم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.